رومانی آفتم از آشیان سربلندی ها. مرا خوشبخت کن ای گل، به دور دامنی گلدوزیت نامی مرا هم دوز، به دور گردنی خود حلقه دستی مرا آویز، به بالی ابرویت یک عمر بینشان آبرویم را. دلم را گیر، دلم را گیر بحری زندگیت همچو دستاویز. تو را من یافتم چون نوشخندی صبح بخت افزا، مرا خوشبخت کن ای گل. درود من شما را عاشقان شیدای ادبیات معاصر تاجیک، با تمنای سعادت روزگار و خوشی های فراوان برنامه نوبتی آفتاباران را حسن آغاز می بخشیم. مهمان امروزه برنامه ما مهمان از شهر دوشنبه، هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان استاد حسن حیدر. استاد عزیز خوش آمدید می گوییم. سلام دوستان به برنامه ما. رحمت استاد عزیز، بست دوم است که برنامه آفتاباران در افیری شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم تهیه و پخش می گردد. مقصد اساسی استاد لایق در نزد ادبیات امروزه ما و ادبیات منبعده و جامعه امروزه ما خدمت کردند که ارزنده است که در خصوص آن یادآور شویم و صحبت کنیم. می خواستیم در آغاز برنامه برداشت خود را از آثار شاعر زنده یاد لایق شیرعلی با بینندگان گرامی ما بیان می کردید. اولا سلام و درود خود برسانم به همه تماشابینان، به همه اون هواداران صوت و نوا و ادبیات و اومن فرهنگ. و اولا منداری خود را بیان کنم به شما برای تکلیف، و خیلی شادم بنابران که از وقتا که بیشتر در هم عرفه، نه فقط گوییم که در نوروز و در عیدهای هر وقته ما، عموماً سخنی والا اصیل همیشه زنده هست، همیشه زنده بود و همیشه میماند. بله. من خیلی خودم را یک از هنرمندان گوییم خوشبخترین از آن جد می‌سازم که من با استاد لایق شیرعلی نه فقط شناسایی، همکاری هم داشتیم. این از آغاز سالهای اول 80 که آنجا کمینه ایجادی ترانه خود داشتم، سرال توجه که به سخنهای استاد لایق از همون کتابچه‌ای که همون وقت کتابهایی که در اون وقت دسترس کرده می‌شد و ما البته ورق میزدم، از آنجا ترانه‌های سخنهایی که موافقت میکند با این یا آن ترانه جدا کرده میگرفتم. بار اول شناسایی ما سال 81 در دوشنبه شهر، در آغاز آنه که چند ترانه علاقه آهنگ بسته شده بود و برای این یا آن سخنهای استاد لایق موافقت کردن او آهنگ هایانه، البته من روی راست نه در هر یک اون ترانه، نه که در بیش آنهایی که شکرانه از خدا میکنم که اونها یعنی قبول شدن، به مخلصان خود پیدا کردن، پذیرفتن اون را، عامه پذیرفت و این البته باعث خرسندی هر یک هنرمند است. بله. و اون ترانه بودن که با هم یعنی گویه مطالعه میکردیم و من یک بار نه یک چند بار گویه که مهمان خانه اون کسی بودن. اون کس هم یک محفلی بود که یک جای منشست، نه فقط برای کارای ایجادی، البته به همگون معلوم است که وقتی که محفل های مهمان های عالی قدر می بیاد یکان ایدهای کلان جمهوری می شد، چو شاعران، نویسندگان، عالمان، هنرمندان همه یک جای بوده، ما سفرهای ایجادی می شد. و البته کوتاه کده بگویم بغیر از آنه که استاد لایق چون مرد هنرمند، چون مردی که اشعار خاصه خود در ادبیات تاجیک اومند در فرهنگ تاجیک داشتن، چون انسان یک خصلت های عجایبی، خیلی هم شوق زندگی دل اون کس خیلی هم بگیم که کلام بود و با حجم هم خیلی هم نزدیک بودن. و من اگر که ممکن باشد به زبان روسی من یک سخنی
Евгений Петросян, Бамашала Макулас, он говорит, что человек, у которого отсутствует чувство юмора, он не полноценный человек. На фахоноке дар, кадом корас удар, кадом. Албат, ин, асосан барой коркной уман, гейм сахнаю, фархангу, маданият, хам, хело хам, бобастаги, зич бад дошта бошад. Чунки вахта дилин гар хас, вахти одам хуш хас, ва бурдани кори эджоди хам, хело хам, гуем ки осан тар хаст. Бинобаран, бисяр, дар як вахрима, албата, бисяр он, як халатой хуш, халатой аз хатир фарамуш нашаванда бисяранд, лекин агар мисал яке аз онха ро яд шавим, сали 89, ин буд рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Ӯзбекистон. Вақто ки боиси хурсандӣ камина ки ба ман боварӣ карданд ки таронаи эстрада ягон ба ҳамин муофиқат кунад, вақто ки ман дар меҳмонии он кас будам, дар муддати як 10-15 дақиқа гуфтам устодам, як чизе лозим аст ки як таронаи эстрадӣ хон аз тарафи камина бояд хонда шавад, ки ҳамин мазмуни, яъне масалан, аллаке фаҳмида, як қалам ба даст гирифтанд дар утоқи корашон дар хонаи худ, дар муддати бо такрон шавад бигам 10-15 дақиқа, ҳамин ду мисрае ки пайдо шуд, баъд аз ман 8 мисрае дига дар муддати як, як ним соат. Кадом чиз буд устод? Ин як ҳамин ду мисрае ки дар оғоз ҳаст, ин ҳамин бо ду мисра, он кас уман лавиқати баланди устод дар он буд ки бо як ду мисра, чун гӯем ки хаём дар чор мисрае худ метавонист як дунё, як дунё чизро бифаҳмонад. ин чун мисро тоҷик ва ўзбек бо ҳам ёру ҳамдам буданд, ҳам нафас, ҳам рози, ҳам дар шодӣ ва ғам буданд. ва пас аз ин суханҳо гӯем ки куплетҳои дигар ҳам рафтанд ва ин тарона хурсандивор аст ки садо дод дар ҳамун қасри калонтарини шаҳри Тошканд, ки дар он ҷо ҳар дуи президентҳои муҳтарами мо иштирок доштанд ва зиёда аз 150 кас, яъне мо сафар кардем, ҳам шоиру нависандаю гӯем ки ҳам овозхонаю ҳам гурӯҳҳои рақсӣ, ва ин албатта фаромӯш нашаванда буд. ва чунин маҳфило, чун гӯем ки 99 сол кишодани ҳайкали Оли Сомон, Исмоили Сомонӣ, унҷоам ҳама якҷоя будем. албатта ҳолатҳои фаромӯш нашаванда хело бисёранд ва ногуфта намарад ки бештар он таронаҳое ки бигӯем мувофиқат мекунад ба ин ё он мусиқӣ мувофиқат кард ба суханҳо, ин яке аз буриши аввалини гӯем ки ин ё он тарона аст. ташаккур устод. дар давоми суҳбат қайд кардед ки бо устод лоиқ ҳамкорӣ доштед. хат дар мавриди он кас ба шеър навиштан ва ба оҳанг даровардану гӯш кардани суруд, эҳсоси устод лоиқ чӣ гуна мешуд? хел чӣ гуна тавсияҳо медоданд? албатта ин худ аз ҳамун эҳсосашон бигӯям ки бесуханам маълум буд, чунки албатта чун ба як сухани халқа сухан бисёр дону андаки гӯй, яке ро сад нагӯй, сад ро яке гӯй. гӯем ки хислати бисёр ҳам гуфта надоштанд. хулоса як чӣ мегуфтанд ки инҷо мувофиқат кард, вақте ки таронае ки байни омма садо дод ва ба гуфти шумо пазируфта шуд. албатта инро ҳам қайд мекарданд ки Ҳасанҷон ман ин тарона муваффақат кард. ман хело шодам ки мухлисони зиёди худо пайдо кард ва ба ҳама шинос аст ин таронае ки сараввал аз чор мисраи хаём, ин ҳам бо иҷозати устод ман гуфтам ки як чор мисраи хаём ҳаст ки ба равиши таронаи наве ки ин солҳои ҳоли 90 набуд, 88-89 дар оғоз таронае ки ба сухани
لایق من آغاز کردم از سال 80-81. در سال 88-89 پیدایش ترانه پند زندگی که بازخوانهای او من نام خودی ترانه پند زندگی است، لیکن میشناسن چون بازخوانهای استاد لایق یکی گور یکی کان میکند باز. وقتی در آغاز از چهار مصره خیام که به حد موافقت کرد با اون ترانه که من خود ترانه پیدا شد، در آغاز اجازت پرسیدم که اگر از چهار مصره خیام آغاز کنیم این سخنان رو، حتما به یکان شبه خیلی خوب گفتم. بعد از اجازت اون کس در آغاز چهار مصره خیام که چون کار نبر مراد ما خواهد رفت، اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت، پیوسته نشسته ایم در حسرت آن، دیر آمدیم و زود می باید رفت، قبول کردن. و پس از این تمام چهار دو بیته استاد لایق شیرعلی، و این هم باعث خرسندی ما هست که قبول شد و نگفته نماند خود تعریفی نشود. مخلصان این ترانه تماما از سین و سال وابسته می‌دونم. بله بله، راست گفتید. خورد کمان گوش میکن و البته یک الهامی اساسی، الهامی که برای ایجادیات آینده من اکنون زیاده است بگم که 30 سال میشد این ترانه را، و بعد از با چند ده یک ترانه های دیگه ای که از بسخانه استاد لایق ایجاد کرده شدن پذیرفته شدن قبول کرده شدن. تشکر استاد. واقعا سبک استاد لایق سبکی است که استاد لایق چنین شعر ایجاد کردند که از دل شاعر برآمده به دل هر نفر جای گرفته است، به دل هر خواننده وطن دوست جای گرفته است. استاد این سبب شد که سرایندگان ما، حافظانی ما، حافظان آبسته، حافظان استرادی سرود انتخاب میکنند، به آهنگ میدرورند، شما نیز از جمله. خب در باره تاریخ انتخاب خود چند حرف می زدید، مثلا سرودی منو دریا و سرودی که آزی گفتید، باز مثلا انتخاب چه خیلی صورت می گرفت، خودتان انتخاب می کردید و یا یکان نفر نیز مصلحت می دادن؟ بیشتر بگویم که اگر ما روانو کنیم به یک چیزی که اساس دارد از کدام جهت، ما بگویم که یک ترانه پیدا شد که این یا آن مضمون در آن باشد و این یا آن آهنگ، این خیلی نمیشد. بیشتر خود از خود در چند ترانه های کمینه پیدا شدن خود آهنگ به همون سخن ها خیلی بیشتر میشد. وقتی که برای این ما باید بسیار کسا پرسان میشن، میگم مهلت وقتی نه اونقدر زیاد هم که باشد، طول 1.5-2 یا 3 ساعت چیزی در گویم که ما دک هیجانی پیدایش یکان ترانه هستیم، در اون وقت ما باید کمش 2-2.5 ساعت در دست کتاب و در کافتکابی این یا آن سخنهایی که موافقت کنند به آهنگ. گاه همی خیلی میشد که آهنگ پیدا شد، من حس کده استودم که این آهنگ قبول میشد، این یا آن آهنگ با اسباب خیلی همه گان میدانند که نه یکان دیگر اسباب با اسباب گیتاره طول زیاده از 35-40 سال شد. من اجادیات تمام و بسیار مخلصان میدانند که پیدایش همه قریب همه ترانه کمینه این سر اول با بسیار تر ترانه همه میدانند، تمام دنیای موسیقی میدانند که در اسباب های کلاویشی هست، یعنی که در فرت پیانو سینتیزاتر. من عادت کردم کفتکاب این یا آن ترانه را با اسباب خود با گیتاره، و عجایب جالبشی است که آهنگ پیدا می شد که من در کافتکاب همون سخنهای موافقت کند به آهنگ، در این موبین یکان شعر از همون ورق زدن همون کتاب پیدا می شد که علکه اونجا که هست خودی همین سخنها به خود آهنگ پیدا می کنند. من اون تر یک طرف می مونم از پشت این جنبری که علکه هست، این بینید که در آهنگ هست که سخن وارد میکنیم، سخن هست که خود آهنگ را پیدا میکنن. بله بله. اکنون من یک تا با یک تا گفتن نمیتونم کدام ترانه هستن، انا می دو نمود هست. بسیار کسا فرسان میشن که نه فقط من، اون کسانی که ایجاد میکنن این یا آن ترانه خود را، سرودهای معلفی خود را فرسان میشن که شما اول آهنگ ایجاد میکنی بعد سخن میکابید به موافقت کن یا که برعکس.
من جواب هم وقت یخی بودم خیلی طول یک 25 سال هم جواب یخی که دو طرفان، یعنی که گاه آهنگ پیدا میشد که بعد مو در گفتگاه بسخن میشیم، گاه خودی سخن علاکه با قوه الهی آهنگ خود را دارد. بله بله، تشکر استاد. خوب میشد که یکی از سرودهایی که بدیل شما و بدیل مخلصان شما نشسته است و بینندگان ما منظور میکردید؟ البته، مرحمت. چون کار نبر مراد ما خواهد رفت، اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت؟ پیوسته نشستیم در حسرت آن، دیر آمدیم و زود میباید رفت. یکی گور و یکی کان میکند باز، یکی دیوار زندان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یار، یکی چه دیگر جان میکند باز. زی کبری مستی و میخانه شینی، زمین را گازری پا نبینی. زمینگاه ها از آن جنبت که گوید، غنیمت دان که در روی زمینی. یکی گور و یکی کان میکند باز، یکی دیوار زندان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یار، یکی چه دیگری جان میکند باز. جهانی را به ما میراث دادند، فضای را پی پرواز دادند. شما را مادران زادند و روزه، زمین را همچو پای انداز دادند. یکی گور و یکی کان میکند باز، یکی دیوار زندان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یار، یکی چه دیگری جان میکند باز. زمین و آسمان با هم نآید، در عالم آدمی بیغم نآید. شبی از گریه باران شنیدم، که هرگز دیده بینم نآید. یکی گور و یکی کان میکند باز، یکی دیوار زندان میکند باز، یکی دل میکند از عشق یار، یکی چه دیگری جان میکند باز. یکی دل میکند از عشق یار، یکی چه دیگری جان میکند باز. تشکر زیاد، زنده باشید. آوازتون خسته نباشد استاد. سلامت باشید. تشکر استاد عزیز. اولین سرودی که شما در ایجادیات خود از شعر استاد لایق انتخاب کردید، این کدام سرودها بودند و میخواستیم درباره تاریخ انتخاب نقل میکردید و به طور زنده به بینندگان گرامی ما این سرود را نیز منظور میداشتید. در آغاز درباره تاریخ انتخاب خود چند حرف میزدید که این کدام سرود بود؟ چه در آغاز گفتیم سال 80-81 طولی چند وقت زیاد از نیم سال کار ایجادی من آغاز یافت در انسامبلی به همه شناخته اون. حالا هم شکر که این انسامبل هست و 80-81 انسامبل استرادی گلشن در نزد خانه رادیو، وقتی که در آغاز ترانه منو دریا دلی منی و تو رو من دوست میدارم، اولین ترانه که من استاد لایق یعنی به اونها آهنگ ایجاد کردم و نگفتن بسیار مخلصان به فکر من سین سالشان رو گویم از 30-35-40 بالا میدانند که این یک حده من بود. اون وقت من خودم رو خوشبخت میستادم، وقتی که اون وقت من نم در آغاز گویم که ایجادیات بودم و پرسان میشدن از این یا اون ترانه، چون هدیه ترانه من و دریا با محروم هنرمند شناخته استرادی تاجیک خورما شیرینوه. بله. ترانه دلی منی معقول آمد با حالا در امریکا هستن هنر پیشه شایسته جمهوری تاجیکستان مغفرت همراه قلوه. بله. و ترانه تو رو من دوست میدارم با هنرمند خلقی تاجیکستان عمر زیویف. بله. این البته من چون یک صنعتکار جوان با یک هیجان با اونو حدا کردم و این ترانه ها صدا دادن، یعنی که
باز تکرار شد بیان که پذیرفته شدن در آنیان نگون من اونها میدم و خیلی هم خودم را خوشبخت میحسابیدم. و در همین سالهای نزدیک طول یک دو سه سال پیش و این دو ترانه ای که با نام دلی منی و منو دریا در با کارکردی حاضره وقتی که در اجرای خودم یعنی صدا داد این هم باعث خرسندی است که این هم قبول شد و برای بسیار جوانان این ترانه نبود چون که سال 80-81 یک مهلتی نه آخدر گویم که بسیار هم که باشد 30 سال زیاد هم این یک مهلتی کم نیست و بسیار با واسطه رادیو تلویزیون اون سبتا تاول صدا میده تاولی هست و بنابراین من گفتنی هستم که اون چیزی که اصیل هست اون چیزی که به خود یک مضمون خاصه خود را چی در موسیقی چی در مضمون دارد اون همیشه زنده است. بله تشکر زیاد استاد. مرحمت باشد که می ترانه را نزمین اون ترانه اولین خیش را می سرایدید از اشعار استاد لایق انتخاب نموده اید. سلام داشتم. در چشمی کسی گر یک نفس خارت کنم زور میره در بلو هر کس که آزارت کنم خور در چشمی کسی گر یک نفس خارت کنم زور میره در بلو هر کس که آزارت کنم خورسندی نبیند در جهانی زود سر هر کی قصدی خیرگی برقی رخسارت کند خور در چشمی کسی گر یک نفس خارت کند زار میره در بلا هر کس که آزارت شایی برکش زند در آسمانی تیره روی هر کی قصدی خیرگی برقی رخسارت کند خور در چشمی کسی گر یک نفس خارت کند زور میره در بلا هر کس که آزارت کند چشمی کسی گر یک نفس خارت کند زور میره در بلا هر کس که آزارت کند تشکر زیاد آوازتون خسته نباشد استاد عزیز باعث افتخار است که از ادبیاتی قنواتمندی معاصری تاجیک هنرمندانی ما و مثل شما استفاده می برند و بهره می بردارند که این برای نسل امروزه نیز نهایت مهم است. تشکر زیاد باری دیگر استاد. سلامت باشتان. من می خواستم چون یک کمی هم باشه یک توفه برای مخلصانه که از اشعار استاد لایق شرالی حالی نشیندن و این ترانه حالی ثبت نشده است چون که اگر نوآوری نباشد در گویم که این یا اون هنرمندی که در صحنه است باید که به فکر من اون خاتمه یا باید اشعار اون و گویم که بیان کار دیگه مشغول شد وقتی که نواری نباشد اینک با نام ترانه با نام دنیا ندیده مرحمت به سخن استاد لایق شرالی. مرحمت استاد عزیز. به دریا بینگرم موجی رمیده به صحرا بینگرم گل سرخمیده بیندیشم چرا آخر چرا من در این دنیایم و دنیا ندیده بیندیشم چرا
آخر چرا من در این دنیایم و دنیا ندیدم، منی دستی به دستت نرسیدم، منم چشمی که رویت را ندیدم، میانی ما و تو یک عمر راهه، منم شام و تو صبحی نو خمیدم، میانی ما و تو یک عمر راهه، منم شام و تو صبحی نو خمیدم. به دریا بینگرم موجی رمیدم، به صحرا بینگرم گل سرخمیدم، بیندشم چرا آخر چرا من در این دنیایم و دنیا ندیدم، بیندشم چرا آخر چرا من در این دنیایم و دنیا ندیدم. تشکر زیاد استادی عزیز، بسیار سعادتمند از اون هستیم که سروده که از شرکت تلویزیون از برنامه افتاباران باری اول صدا داد، این باعث خرسندی ما است. سلامت باشتم، تشکر. تشکر زیاد که دعوتی ما رو پذیرفتید استاد و به برنامه مرنگی تازه بخشیدید. برای سرایدن سرودهای دلانگیز که از اشعار استاد لایق، کل مخلصانی اشعار استاد لایق و مخلصانی شما رو بالیده ساخت، تشکر زیاد میگویم. از شما مینت پذیرم. سلام به هم برنامه شما، موفقیت میخوام، بردباره میخوام، صحت مندی به هر یکی شما، به نزدیکان شما، به مهربانان شما، خانه آباد و فیروز باشتم. تشکر استاد. در آینده نیز برای ترغیب نبودن ادبیات معاصر تاجیک و اشعار استاد لایق فعالیت خواهیم برد. در این زمینه تشریف شمایان حتمی است. البته 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 ما انتظار میشویم. شامید استاد، سلامت باشتون، خدا نگهبان شما. تشکر. به هر جایی که من رفتم همیشه دل کشایی و همیشه روی خندان بود. به هر جایی که من رفتم زی جوش خنده و شادی، نه بدگویی نه بهتون بود. به هر جایی که من رفتم درود آوردم و پیغام، تیهی دست آمدم اما سرود آوردم و الهام. در همین جا فرصتی برنامه آفتاب باران به آخر رسید. تا هفته آینده سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان.